بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه حقیقت از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. لازم میدونم در ابتدای برنامه ایام سوگواری شهادت مظلومانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو خدمت شما تسلیت عرض کنم. محور برنامه حقیقت در رابطه با شهادت مظلومانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین قربت ائمه معصومین علیهم السلام قبل و بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر فاخری. جناب آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. با بینندگان ما سلام علیکی داشته باشید، در خدمتتون هستم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و این زایه بزرگ شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام رو به فرزند گرامی ایشون حضرت مهدی علیه السلام تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که این ایام به اتمام برسه با ظهور ایشون در ماه ربیع و همه ما ماه ربیع که ماه بهار هست، بهار زندگیمون انشاءالله با ظهور ایشون آغاز بشه انشاءالله. اگر محبتی بکنید برای اون دسته از بینندگانی که احتمالاً روز گذشته شاهد برنامه ما نبودند، قدری به صورت مختصر از برنامه گذشته رو بگید و بریم ادامه برنامه در حد 2-3 دقیقه. ما در نوبت قبل عرض کردیم که ریشه ظلم هایی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیتشون شد برمیگرده به ابتدای تاریخ، در اونجایی که شیطان قرار شد که به خاطر نور پیغمبر اکرم و اهل بیت خمسه طیبه بر حضرت آدم سجده کنه و سجده نکرد و استکبار ورزید و کافر شد و از اون به بعد به خداوند عرض کرد که من همه بندگان تو رو گمراه میکنم و از ظاهر راست اونها رو منحرف میکنم. بعد اونجا فعالیتش رو شروع کرد، اومد جلو جلو. عرض کردیم که پیغمبران در زمان پیغمبران هر پیغمبری که میامد و دعوت به توحید و خداشناسی میکرد، او جبهه‌ای رو در مقابل اونها میگشود و مردم رو منحرف میکرد و گمراه میکرد از اون جبهه حق، تا اینکه رسیدیم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بحثی که حالا امروز میخوام در خدمت بینندگان محترم باشیم این هست که پیغمبر اکرم وقتی که مبعوث به رسالت شدند، خب دیگه همه شنیدن مشرکین و کفار جلویشون صف‌بندی کردند و چه شکنجه ها سختی ها رو شیطان از طریق اونها اعمال میکرد. یعنی شیطان مشرکین رو تحریک میکرد که نه، چرا شما از دین آبا و اجدادتون میخواییم برگردین؟ همون دینتون خوب بوده و به دین پیامبر نگرویم. خب اونها هم ایستادن جلوی پیغمبر و اون زجرها و شکنجه ها که بینندگان محترم در جریان هستن. یه مسئله که حالا بعضی از دوستان ممکنه که در جریانش نباشن، قصه یهوده که قصه خیلی جالب و خیلی آموزنده است. یهود وقتی که به مدینه اومد، اصلا سوال اینجاست که یهود در مدینه چیکار میکنه؟ اونا که اون طرف بودن، چی شد که اومدن اینجا؟ خب در کتب یهودی ها در تورات بشارت بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داده شده بود و اینها می دانستند طبق کتب خودشون که پیغمبر اکرم در اینجا ظاهر خواهند شد. یه حدیث خیلی جالبی هستش از امام صادق علیه السلام، دقیقاً توضیح می فهمد اینو. من اول آیهش رو عرض بکنم. آیه سوره بقره آیات 89 تا 90 هست که میفرماید که ولما جاءهم کتاب من عند الله، یهودی ها که پیغمبر اکرم رو میشناختن، در یه آیه دیگه میفرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن اونجور که بچه هاشون رو میشناسن. یه بنده بچه هم چونجوری میشناسن؟ تمام خصوصیات روحیش و اخلاقیش رو نمیدونم کجا میره کجا میاد، اینقدر دقیق میشناسن دیگه. پیغمبر اکرم رو یهودی ها همونجور که بچه هاشون رو میشناختن میشناختن. بعد چون توصیف ایشون در کتابشون اومده بود، ولما جا اهم کتاب من عند الله، وقتی که کتاب یعنی قرآن از جانب خدا اومد، مصدق لما معهم، که تورات رو تصدیق میکرد، و کانو من قبلو یستفتهون علی الذین کفروا، قبل از اینکه پیغمبر اکرم تشریف بیارن این یهودی‌ها با کفار مبارزه می‌کردند و طلب فتح می‌کردند به وسیله پیغمبر. یعنی می‌گفتن ما منتظریم که پیغمبر بیاد با علیه شما بجنگیم.
قصهش اینه. حالا شرح نزولش من عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان که یهودیا به اینجا هجرت کردن چون میدونستن که پیغمبر بین کوه ایر به نام با عین و احد در اینجا هجرت خواهد کرد، محل هجرت پیغمبر اینجا خواهد بود. از اون منطقه خودشون راه افتادن، اومدن یه قبیله از یهودی ها اومدن به این منطقه که رسیدن سه دسته تقسیم شدن. یه قسمتش رفتن، یه بخششون رفتن قسمت خیبر، یه بخشی اومدن قسمت فدک و یه گروه دیگه هم در یه جای دیگه مستقر شدن. وقتی که رسیدن به یک کوی به نام حداد یا هداد که گفتن این هداد همون احد، همینجا مستقر شدن و سه قسمت شدن، موندن اونجا. بعد یه گروهی که اونجا بودن بعضی مدتی در یک جای به نام تیما گروه سومشون بودن، اینا یه مدت اونجا مستقر بودن. بعد هوای دیدار برادرانشون رو کرد، گفتن بریم از اونها یه دیدنی بکنیم. یه عربی از اونجا رد میشد، یه مثلا شطورش چیزی داشتش ازش کرایه کردن و بهش گفتن که ما میخوایم به بین کوه ایر و احد بریم، هر موقع که رسیدیم اونجا به ما خبر بده. عرب هم قبول میکنه، اینها را میفتن میرن جلو 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 تا میرسن به یه جایی که اون فرد میگه که اینجاست، همون جایی که شما دنبالش بودین، کوه بین ایر و احد. اینا خیلی خوشحال شدن که خب الحمدلله ما اینجا پیدا کردیم، همون جایی که چی پیغمبر اسلام قراره هجرت کنه، همونجا اتاق کردن، نامه نوشتن به دوستانشون که مثلا در فدک یا خیبر بودن، ما پیدا کردیم، بلندشیم بیاین اینجا. اونا گفتن ما اینجا مستقر شدیم دیگه، یه بساطی رو انداختیم ولی نزدیک شماییم، به محض اینکه خبر شد شما بفرمایید ما بلافاصله میان. گفتن باش. اونا اونجا مستقر شدن. یه مدتی گذشت، یه سلطانی اومد اونجا، چون خیلی خوش آب و هوا بود اومد حمله کرد به اونجا. اینها یه قلعه ای داشتن، تو قلعه شون بودن، سلطان اومد و اینا محاصره کرد و بعد حالا یه چیزی شد که حالا مفصل خلاصش عرض میکنم. سلطان حمله نکرد و با اینها دوست شد، اینا اومدن یه هدایایی دادن و سلطان باهاشون دوست شد. بعد سلطان گفت من میخوام اینجا بمونم، اینجا جای خوبیه، من ازش خوشم اومده، میخوام اینجا بمونم. یهودی گفتن نه، اینجا قرار مقر یک پیغمبر بشه که او قرار رئیس اینجا باشه، تو نمیتونی اینجا بمونی، تو که کافر نمیتونی اینجا بمونی. گفت واس خیلی خوب شد، من یه سری از اقوامم میارم اینجا، اونها اینجا باشن که اگر اون پیغمبر اومد این اقوام من اون رو کمکش کنن. قبیله اوس و خزرج از اینجا راه افتاد که اون سلطان این قبایل رو آورد اینجا. اینها اونجا بودن، اوس و خزرج کافر بودن، یهودی‌ها متدین بودن. اول رابطهشون خوب به خاطر تبعیت از سلطان خوب بود، بعدن یواش یواش دیگه اینا اوس و خزرج دیدن اینا اموال زیادی دارن، حمله کردن و جنگ شد و خلاصه درگیری شد. آیه میفرماید که بکانو یستفتحون من قبل، یعنی یهودی‌ها میگفتن که ما منتظریم تا پیغمبر اکرم بیاد پدر شما رو در میاریم، چون اینا هم کافر بودن، پیغمبر اصلا پیغمبر اکرم هم متدین، اینها هم متدین، گفتن ما با هم متحد میشیم شما رو میبینیم. برای کفار. بله برای کفار. بعد بعدن ما جاءهم ما عرفو، هنگامی که آمد آن کسی که میشناختند، آیه قرآنه چی شد؟ کفرو، همین یهودی کافر شدن و برعکس اوس و خزرج بعدن مسلمون شدن. خب اینجا خیلی جالبه که حالا علتش چی بود که اینها که انقدر منتظر پیغمبر بودن چی شد که پیغمبر اومد قبولش نکردن؟ به خاطر اینکه اینها فکر میکردن پیغمبر از نسل حضرت اسحاقه. بعد فهمیدن ای بابا نه، پیغمبر از نسل حضرت اسماعیله. زدن به تیپ حضرت پیغمبر و گفتن نه ما این پیغمبر رو نمیخوایم و با ایشون شروع کردن دشمنی کردن. خب این آیه خیلی جالبه، چند تا درس خوب به ما میده که وقتی که اینها اومدن، بعد وقت ادامه آیه رو من خدمتتون عرض بکنم، فلان ما وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلان ما جاءهم ما عرفوا کفروا به کفر برزیدن به او فلعنت الله علی الکافرین، خداوند لعنت میفرسته اینجا، لعنت خداوند بر کافرین. بعد آیه بعدی میفرماید که بئسمش ترو به انفسهم، خیلی بد چیزی اینا نفس خودشون فروختن، یعنی قرار بوده اینها برن تابع پیغمبر بشن ولی خودشون به دنیا و اینها فروختن. انیک فرو به ما انزل الله، کافر شدن با اون چیزی که خداوند نازل کرده. بقیان ان ينزل الله من فضله الا من یشاء من عباده، چرا خداوند این فضیلت رو به پیغمبر نسل اسماعیل نازل کرد؟ به این خاطر کافر شدن.
فبا او به غضب علی غضب، به غضبی روی غضبی از خداوند مبتلا شدن، ولی الکافرین عذاب مهین. خب ببینید ما با این شأن نزولی که امام صادق علیه السلام برای ما توضیح دادن، سه تا درس خیلی مهم از این بحث میگیریم که بحث‌های روزه اتفاقا. بله. و اونها اینه که ببینیم ما بعضی وقتا به ما میگن که آقا چرا اسم حضرت علی تو قرآن نیومده؟ خیلی بحث زیادی داره ولی من این تیکش میخوام اشاره بکنم. ببینید پیغمبر اکرم به نام و مشخص با تمام خصوصیات میشناختن. بله. ولما جاءهم کفروا جاءهم ما عرفوا، کسی که میشناختن مثل بچه‌هاشون میشناختن کافر شدن. یعنی آقا مشکل سر این نیستش که اسم باشه یا نباشه، مشکل جای دیگه است. بسیار اوقات اسم هم هست ولی کافر میشن. قصه حضرت تالوت، از پادش خواستن که خدا برای ما یک کسی رو بگو ما که ما دنبال او بریم. وقتی که تالوت رو گذاشتش گفت نه، نحن احق و بالملک، ما مستحق‌تر هستیم به پادشاهی. یعنی اسم مسئله رو حل نمی‌کنه. این یه بحث. بنابراین دلی که باید پاک باشه، اسم ظاهره، خیلی وقتا اسم هم هست، طرف میدونه یقین داره ولی قبول نمی‌کنه. مسئله دوم این هستش که دین یهود الان باز یکی از اشکالات شایعی هست که آقا یهودیان بالاخره عبادت خدا میکنن دیگه، یهودیان بالاخره باید به بهشت برن. این آیه صراحتا داره میفرماید که یهود موقعی که پیغمبر اسلام تشریف آوردن باید بیاد مسلمان بشه، والا کافره. فلعنت الله علی الکافرین، یهود دیگه متدین حساب نمیشه. طبق نص صریح این آیه قرآن یهود دینش در حال حاضر قبول نیست. بلکه اگر اشتباه نکنم سوره آل عمران آیه 84 اگر باشه، من یتخذ غیر اسلام دینا فلان یغم. بله، آیات متعدد هست. حالا اینو چون می‌خواستیم راجع به این آیه صحبت کنیم، این درس قشنگ از این آیه گرفته میشه که یهود اینجا کافر حساب شده و کافری که لعنت خدا بر او باد ملعون هستن. و نکته سوم این هستش که ما لعن رو یک مسئله اسلامی میدونیم. خداوند اینجا لعنت فرستاده، فلعنت الله علی الکافرین. بنابراین اینجوری نیستش که ما بگیم آقا من نه، لعن کار خوبی نیست. نه، لعن ریشه اسلامی داره. اصلا اصل قصه مباهله، قصه مشهور مباهله که همه قبولش دارن، بنابراین بر علیه دشمن اسلام میشه لعن کرد. اینجوری نیستش که ما با همه دوست باشیم. این سه تا درس بود که از این آیه میخواستم بگیرم. حالا نکته‌ای که من میخواستم از اینجا استفاده کنم توی این بحث این بود که چرا پیغمبر اکرم و اهل بیت رو شهید میکنن. ببینید ما گفتیم که این جریان از اول شروع شد، جبهه حق و باطل. حالا این جبهه حق و باطل که رهبری جبهه باطل به دست شیطانه. حالا شیطان اومده کفار رو برانگیخته، کفار در مقابل پیغمبر اکرم بودن. در کنار کفار یه جبهه جدید هم شیطان ایجاد میکنه به نام جبهه نفاق، که این خیلی مهمه. جبهه نفاق از همون اول به موازات مؤمنین جلو میان. بیشترین ضربه هم از اینجا وارد شده. بله. حالا سوال اینجاست که اینا چرا مسلمان شدن؟ اون اول برای چی مسلمان شدن؟ چون اول که پیغمبر اکرم در راحتی و رفاه و اینا که نبودن، همش زجر و شکنجه و اینا. اون موقع اینا برای چی مسلمان شدن؟ این خیلی سوال جالبی هست. جوابش اینه که این منافقین در تماسی که با یهود داشتن، که حالا این خودش بحث مفصلیه که بمونه برای دیگه، میدانستن از همین یهودی که پیغمبر رو مثل بچه‌هاشون میشناختن. بله. از یهود کسب خبر کرده بودن که پیغمبر اسلام میآید و تمام شبه جزیره عربستان رو خواهد گرفت و گسترش پیدا خواهد کرد دین اسلام. چون اینها این رو میدونستن، به طمع این که بیان مسلمان بشن تا در حکومت آینده نقشی بگیرن، پستی بگیرن و به مقاماتی برسن، به این خاطر اون زجر اولیه تحمل کردن تا اینکه برن جلو، برن جلو، بیان بالا بالا تو جامعه و حکومت اسلامی یه پستی رو بگیرن و از اون طریق استفاده های مادی خودشون رو بکنن. این جریان نفاق از اینجا شروع کرد و در مکه بود و بعد با پیغمبر اکرم اومدن. به همین ترتیب رهبری این جریان رو عرض کردم، شیطان یک جریان کفر در مقابل پیغمبر ایجاد کرد و یک جریان نفاق. اینها با هم دیگه به جلو اومدن و شروع کردن به مبارزه با پیغمبر. حالا اینجا سوال پیش میاد که یه مقدار شاید برای بعضی از شنوندگان ما عجیب باشه، بعضی از بینندگان ما ممکنه براشون عجیب باشه که چگونه ممکنه که یک کسی بیاد انقدر خودش رو ظاهر و صلاح نشون بده. من یک مثالی میخوام بزنم، چون ایام عزاداری امام حسین علیه السلام هم هست. یه شبهه‌ای که در این محرم و سفر هم مطرح شده و این بود که حالا من اصل شبهه رو مطرح میکنم،
انشالله اگر بینندگان محترم مایل بودن میتونن با شبکه تماس بگیرن، جوابشون رو بدن که ما مشارکت دوستان رو هم داشته باشیم که ببینیم نظرشون چی هستش. سوال اینه که خیلی ها میگن که آقا شیعیان امام حسین رو دعوت کردن و خودشون رو کشتن. این شبهه رو برای چی میگن؟ برای اینکه جناب یزید رو از زیر ضربه خارج کنن. واسه اینکه انقدر این جنایت شدید بود، انقدر وحشیانه و حیوانی بود جنایتی که اینها کردن، خودشون هم دیگه احساس کردن که کار خیلی خراب شده. به همین خاطر یزید انداخت گردن ابن زیاد انداخت گردن یزید، در حالی که همه‌شون با هم دیگه ید واحده بودن و همه‌شون مقصر بودن در رأسش یزید. برای اینکه خودشون از زیر ضربه خارج کنن، الان متاسفانه وهابی‌ها دارن این شبهه رو شایع می‌کنن که چی؟ که یزید از زیر ضربه خارج کنن. که آقا امام حسین خودش شیعیان دعوت کردن، خودشون کشتن. اصلا به یزید چه ربطی داره؟ به ابن زیاد چه ربطی داره؟ همینجوری پاسکاری می‌کنن با هم دیگه. حالا جواب چیه؟ من عرض یه مقدار شروع می‌کنم، بقیه‌اش ان شاءالله در ادامه برنامه عرض خواهم کرد. و اون این هستش که افرادی که در کوفه بودن اکثریتشون شیعه نبودن، اقلیت شیعه بودن. و اقلیت هم که شیعه بودن، شیعیان خیلی مخلص فداکار نبودن، از همونا تعداد خیلی کمی بودن، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و اینها. که البته این بحثش خیلی مفصل، من فقط اون تیکش که مربوط به عرض خودم هست عرض میکنم. بنابراین تعداد کمی بودن، تعداد زیادی از اونها بودن که طرفدار امام حسین بودن به عنوان یک انسان خوب. و وقتی که یزید رو شنیدن که حاکم شده، گفتن خب به جای یزید امام حسین حاکم باشه بهتره. شیعیان خالص و واقعی که نامه نوشتن به امام حسین، دیگران هم یواش یواش تشویق شدن که نامه بنویسن و نامه نوشتن. حدود 12,000 نامه نوشته شد. من جمله آخرین نامه که نفر به نام شبس ابن ربعی و 3-4 نفر دیگه نامه نوشتن که یا امام حسین اینجا باغ‌ها سرسبزن، میوه دادن، همه چی آماده است، شما تشریف بیارید اینجا. همین شبس ابن ربعی بعد میاد تو سپاه یزید و اوست که جزء قاتلان امام حسینه. حالا این کیه؟ اصل بحث اینه که ما داریم میگیم که آقا چطور شد که منافقین اومدن و لباسشون عوض کردن و اینجوری خودشون ظاهر کردن. میگه آقا این یه مثال خیلی خوبه، شبس ابن ربعیه. شبس ابن ربعی کسی بود که از خوارج بود و اصلا اعتقادی به امام حسین نداشت. من فقط یه قصه کوچیک از امیرالمومنین رو عرض کنم. فرصت دارین؟ اگر اجازه بدید به اتفاق بینندگان یه سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. در ادامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. تبت یدا تبت ابی لهب و تب تبت یدا تبت ابی لهب و تب یصلا سیصلا ناره تبت يدا تبت أبي لهب وتب تبت يدا تبت أبي لهب وتب أسلا سياسلا ناره وتب أسلا سياسلا ناره وتب صام النبي المشركون جميع أنواع العذاب سام النبي المشركون جميع أنواع العذاب أوصى أبو لهب لئيمهم بفاحشة وعاب أوصى أبو لهب لئيمهم بفاحشة وعاب تبت يدا تبت أبي لهب تبت يدا تبت
شما بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و برنامه حقیقت هستید. خب جناب دکتر فاخری ادامه بحثمون رو بفرمایید. من عرض می‌کردم که در سپاه امام حسین علیه السلام افراد مختلفی بودن، ولی اون کسانی که در کوفه بودن ترتیب و ترکیب اصلی به این ترتیب بود که یه سری افرادی که خب شیعیان خیلی خوب بودن، افرادی که شیعیان همچنین باری بر جهت بله بینابینی بودن، مثل سلیمان بن سرد خزائی که خب قصهش مفصله که فرصت نیست. اون چیزی که باعث مستمسک که دشمنان شده که میان که شیعیان خودشون دعوت کردن و شیعیان خودشون کشتن، همیشه عباس بن ربیعی و دو سه نفر دیگه است که اینها نامه نوشتن و دعوت کردن. اما چگونه بوده نامه نویسی اینها؟ من راجع به عباس بن ربیعی خدمتتون عرض میکنم. عباس در سپاه امیرالمومنین علیه السلام بود در زمان امیرالمومنین، بعد او جزو خوارج شد و یک جا در حرورا، یه منطقه به نام حرورا، از امیرالمومنین خواست جدا بشه و جدا شد. بعد باز دوباره پیوست. یه بار موقعی که امیرالمومنین علیه السلام می‌خواستن به جنگ با خوارج برن، اومدن با سه چهار نفر دیگه از امیرالمومنین اجازه گرفتن که آقا ما یک کاری داریم، بریم کارونو انجام بدیم و برگردیم. حضرت، حالا من خلاصه‌شو عرض می‌کنم، قریب به مضمون عرض می‌کنم، حضرت بهشون فرمودن که شماها کاری ندارین، میخواییم برین من رو از خلافت عزل بکنین. توجه کنیم برین امیرالمومنین چقدر مظلوم بودن و چقدر درد میکشیدن که من و شما شیعه که میشنویم دلمون کباب میشه. بعد ببینید حضرت خودشون چه حالی پیدا میکردن. میخواییم من رو عزل کنین و با یک سوسمار بیعت کنین. و من از پیغمبر اکرم شنیدم که هر کسی با امامشون محشور میشه و شما روز قیامت با سوسمار محشور خواهید شد، از من رو برمیگردین با سوسمار بیعت کنین. گفت نه آقا، این حرفا چیه؟ ما کار داریم، باور بفرمایید، ما کار داریم. حضرت قبول نکردن و اینها رفتن به یه منطقه به نام مدائن، و بعد اونجا سفره غذاشون رو جمع کردن، دقیقاً همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام پیش بینی کرده بودن. گفتن که علی لایق خلافت نیست و ما با او بیعت نمی‌کنیم، بیعتش هم به گردن ما نیست. در حالی که داشتن غذا میخوردن یک سوسمار اومد، به غلامشون گفتن سوسمار بگیر. سوسمار رو بردن، دست سوسمار رو گرفتن و با او بیعت کردن. گفتن بیعت با تو و بیعت با علی برای ما فرقی نمی کنن. این بوده شبس ربعی، یعنی کوچکترین اعتقادی به امیرالمومنین نداشته. امیرالمومنین میذاره کنار با یک سوسمار. چه درد بزرگی، واقعا جگر آدم کباب میشه. با یک سوسمار بیعت میکنه که تو با علی برای من فرق نداری. خب یه همچین فردی میاد، باز دوباره کارش انجام میده، برمیگرده. حضرت علی علیه السلام بهشون میگن، به همشون میگن که رفتین بیعت کردین با سوسمار. نه آقا، این حرفا چیه؟ نه، ما شما رو امیر خودمون میدونیم. حضرت فرمودن که من میدونم شما با سوسمار بیعت کردین و منو عزل کردین، و بدانید که روز قیامت با همون سوسمار محشور خواهید شد و اون سوسمار شما رو به سوی آتش خواهد کشان. و آینده رو فرمودن و شما کسی هستید، بهش گفتن تو محمد اشعث بن قیس، شما کسانی هستید که فرزند من حسین رو خواهید کش. تمام آینده رو گذاشتن کف دستش. خب شبس یک همچین فرد لزل و لعینی بوده که کوچکترین عقیده هم به امیرالمومنین نداشته. حالا توی کوفه است، جو برگشته به نفع مسلم، 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن. میبینه الان اگر بیعت نکنه از غافل عقب میمونه. حسین علیه السلام هم در راه بیاد کوفه رو گرفته، میگه پس بذار ما هم یه نامه بنویسیم که اگر حسین آمد ما هم یک پست و مقامی بالاخره داشته باشیم. چون اینا خود شعبس بن ربیع رهبر قبیله بوده، اینا هر کدومشون رهبر قبیله بودن. به این خاطر نامه نویسه، نه از روی اعتقاد، نه از روی شیعه گری، که اینا شیعه نبودن. کسانی که در روز کربلا، در روز عاشورا میگن که ما توی حسین رو میکشیم بغضاً لعبیک، ما به خاطر بغض بابات با تو داریم میجنگیم، شیعه میشه همچه کسی؟ خب این یه جواب خیلی مختصر بود که من عرض کردم که مقدار ذهن آماده بشه. بحث اصلیمون این بود که چگونه میشه که این سه افرادی بیان ظاهر و صلاح خودشون نشون بدن برای اینکه چی بعداً استفاده کنن، مثل شعبس ربیعی. خب منافقین اومدن شروع کردن، اومدن جلو و ظاهراً با پیغمبر بودن، ولی در واقع اعتقاد چندانی به پیغمبر اکرم نداشتن و اینکه اومدن جلوتر. حالا علت نفاقشون چی بود؟ یه آیه قرآن هستش که در همین ذیل فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، هنگامی که آمد آن کسی که
میشناختن بهش کافر شدن، راجع به بنی امیه و معاویه لعنت الله علیه این قضیه آمده که از امام صادق علیه السلام هست که میفهمن که تفسیرها فی الباطن، باطن این آیه ظاهرشون سیدو که عرض کردن یهود و اینها، اما باطنش تعویلش چیه که خیلی جالبه. تفسیرها فی الباطن لما جاءهم ما عرفوا فی علیین، یعنی تعویلش بحثش اینه که بعد از این که اون چیزی که در رابطه با علی بهشون رسید کفر رو به بهش کافر شد، یعنی اون جریان نفاق اومد جلو تا اینکه علی علیه السلام رو پیغمبر کردن، رسما به عنوان خلیفه اعلام فرمودن که حالا جلوتر عرض میکنم که چگونه برخورد کردن. حضرت میفهمن که کفران ورزیدن به علی علیه السلام، تقال الله فیهم فلعنت الله علی الکافرین، خدا در مورد اونها فرمود لعنت خدا بر کافرین. عرض کردم لعنت یک بحث اسلامی و قرآنیه، بنابراین بر کافر باید لعنت فرستاد، مستحق لعنت خداوند لعنت فرستاد دیگه. لعنت الله علی الکافرین فی باطن القرآن، یعنی بنی امیه هم الکافرون، یعنی امام صادق علیه السلام صراحتا مصداق اینو میفهمه که بنی امیه و اونها کافرن فی باطن القرآن. بعد امام باقر علیه السلام باز راجع به ادامه آیه که من عرض کردم میفهمن که این آیه موقعی که نزلت هادل آیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله ها کدا بد چیزی به بد چیزی خودشون رو فروختن، به سمش تر و بهی انفس هم انیک فرو به ما انزل الله فی علیین، باز اینجا فی علیین رو حضرت به عنوان تعویل آیه اضافه میکنن، اون کسانی که علی رو نپذیرفتن خودشون به بهای خیلی پستی فروختن. یعنی کسی که میخواد معامله واقعی با خدا بکنه باید علی رو بگذاره روی سرش، و اون کسانی که به امیرالمومنین کفران ورزیدن به بد تجارتی با خداوند مشغول شدن و بسیار بسیار بد و به قیمت پستی خودشون رو فروختن. به ما انزل الله فی علیین بقیان، بقال الله فی علی ان ينزل الله من فضله، خداوند نازل کرده از فضلش در علی، علی من یشاء من عباده، که این آیه باز تعبیلش به حضرت علی علیه السلام برمیگرده. خب ما در اینجا این آیه صراحتاً مشخص کرد هم ظهورش رو و هم تعبیلش رو. حالا ما میخوایم ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم که امروز شهادتشون بود، که پیغمبر اکرم که امروز شهادتشون هست، در طول زندگیشون چجور بودن؟ آیا در بین یارانشون مظلوم بودن یا نبودن؟ این هم خیلی نکته جالبیه. بعضی وقتا خیلی اینجوری تصور میشه که پیغمبر اکرم در بین یارانشون خیلی مقام بالایی داشتن. در بین بعضی از یاران بله خیلی مقامشون بالا بوده. وضو که میگرفتن مردم میریختن تا با آب وضو پیغمبر تبرک بجویان. قطعا اینجوری بوده. بعضی وقتا دستور میدادن خودشون فدای پیغمبر میکردن. اما همه افراد اینجوری نبودن. و خیلی دردناکه که حالا چون شهادت امام حسن مجتبی هم هست، که امام حسن مجتبی علیه السلام در خانه شون از همسرشون سم تناول کردن و مسموم شدن و شهید شدن. حالا همین نسبت رو نظر بگیرین که چقدر بده آدم توی خونهش یک کسی باشه، نزدیکترین کسش باشه که محرمشه ولی محرمش نباشه. من از ادعایی از خودم عرض نمی کنم، آیه قرآن رو عرض می کنم که آیه نشون بده که بعضی اوقات پیغمبر اکرم در خانه خودشون هم متاسفانه مظلوم بودن و این خیلی بده. همونطور که امام حسن مجتبی در خانه ضربه خوردن، آدم در خانه ضربه بخوره خیلی دلش می سوزه. یعنی می خواهم عرض بکنم که پیغمبر اکرم در خانه هم غریب بودن. حالا بنده اینو از خودم عرض نمی کنم، آیه قرآن رو عرض می کنم که دیگه مورد قبول شیعه و اهل تسنن هم هست. سوره تحریمه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثن، پیغمبر اکرم یک راز رو به یکی از همسرانشون گفتن، یعنی حفصه، که باز این در کتب اهل تسنن هست که نقش شده که این حفصه بوده. فلما نبعت بهی، حفصه این خبر رو به عایشه داد، و اظهره الله علیه، خدا این خبر رو به پیغمبر داد که آقا اینا سرتو فاش کردن. حفصه به عایشه گفت، عایشه به باباش ابوبکر گفت، ابوبکر هم به عمر گفت، سر فاش شد. حالا سر چی بود؟ انشاءالله تو بحث صقیفه مفصل‌تر خواهم گفت، فقط اینجا یه اشاره میکنم. سر این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حفصه گفتن که بابای تو
و بابای عایشه به تعبیر بنده خلافت رو از آن خودشون خواهند کرد. یعنی من میدونم که شما چه میکنید، من میدونم که پدران شما چه میکنن. این سر رو گفت. خب این سر به گوش عایشه، عایشه ابوبکر اومد و اینها همه فهمیدن. خدا به پیغمبر اکرم خبر داد. حالا ببینید واکنش خداوند در مقابل این دو خانم چیه. و اظهره الله علیه، خداوند ظاهر کرد اون راز رو بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. عرف بعده و اعرض عن بعد، فلما ما نبعها به قالت من انبعک هذا. پیغمبر اکرم به حفصه گفت که من میدونم که شما سر من فاش کردید. حفصه یهو برآشفته شد، کی به تو این خبر رو داد؟ خیلی براش غیر مترقب بود که این خبر از کجا پیغمبر اکرم رسیده. قال نبعن العلیم الخبیر. کی من خبر داد؟ خدا که از همه چی خبر داره، سر ضمیر شما رو هم میدونه، از درون شما هم با خبر است. آیه بعد، حالا ببینید آیه بعد این موضع‌گیری خداوند هست در مقابل این دو زن. ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، بیاین توبه کنید به سمت خدا که اگر توبه کنین به نفعتونه. چرا؟ فقط سقط قلوبکما، قلب شما دوتا منحرف شده، متمایل شده به بدی. این موضع‌گیری رسمی قرآن کریمه و خداوند اینگونه میفرماید که فقط سقط قلوبکما، با این کاری که کردین و کارهای مشابهین قلب شما از حق متمایل شده به باطل، یعنی عملا از صراط مستقیم خارج شده. بعد اون وقت ببینید چی فرمود، و ان تظاهر علی، اون وقتی که اینجا خداوند داره به قول یکی از بزرگان لشکرکشی میکنه، اگر این دو نفر بر علی پیغمبر پشت به پشت هم دادن و خواستن توطئه ای بکنن، خواستن یک کاری بکنن که پیغمبر رو خوشش نمیاد، فان الله هو مولا، بدونین اگر بخوایم بر علی پیغمبر کار بکنه خدا پشت پیغمبره، نه تنها خدا و جبریل، جبریل هم پشت پیغمبره و صالح المؤمنین. صالح المؤمنین کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. بدونی آی دوتا خانم اگر شما بخواین توطئه بکنه خدا پشت پیغمبره، نه تنها من، خدا جبریل و علی هم از بندگان پشتش هم و محکم جلوی شما میستن. بعد حالا باز داره بیشتر چیز میکنه، بعد ملائکتو بعد از ذالک ظهیر، ملائکه همشون تازه میان پشتیبان پیغمبر. بعد اس رب ان تلق کن، بعد که بنده رو خداوند رو میکنه، اگر پیغمبر شما طلاق بده، یعنی حرف طلاق هم میزنه خداوند، اگر به این کاراتون ادامه بدین و پیغمبر ناراحت بشه و شما رو طلاق بده چی میشه؟ اس رب ان تلق کن ان یبده له ازواجا غیرن خیرن من کن، اگر پیغمبر شما رو طلاق بده خدا یک زنانی بسیار بهتر از شما براش خواهد آورد که چه خصوصیت دارن؟ مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، صائحات، طیباتن و ابکارا. صفاتی که این دوتا نداشتن. احسنت به شما. این صفات رو یا اینجوری که خداوند فرموده یا بر طبق سیاق کلام یا هیچ نداشتن یا کم داشتن دیگه، چون خداوند میفرماید که اگر شما چیز بکنین، اگر به این توطئهاتون ادامه بدین، من یک زنانو برای پیغمبر میارم که اینجوری باشن، تسلیم پیغمبر باشن، مؤمن باشن، متواضع باشن، تائب باشن، عابد باشن و اینها. اگر اینها این خصوصیت رو داشتن که خداوند اینا رو ردیف نمیکرد که، حداقلش خیلی بخوام منصفانه باشم خیلی خوشبینانه که کم داشتن. خب ببین این برخوردی که خداوند در اینجا میکنه خیلی برخورد تندیه. حالا یه سه آیات پایینترش بعد دیگه کولاک کرده، خداوند رفته زن نوح و لوط هم مثال زده که اون دوتا خیلی بد بودن و فلان بودن و اینا، یعنی بلا فاصله بعد از این مثال اونو بیان میکنه که مواظب باشین یه اونجوری نشین. خب این موضع خداوند و قرآن کریم راجع به این دو زن. بنابراین پیغمبر اکرم مظلومیتشون و اوج مظلومیتشون اینه که در یک همچین محلی دارن زندگی میکنن، که حالا ان شاء الله در برنامه آینده راجع به صحابهشون عرض میکنم. من فقط یک جمله، چون امروز روز شهادتشون بود، پیغمبری که عرض کردیم که نورشون تمام آسمان‌ها رو فرا گرفته بود، یک پیغمبری با این مقام و پیغمبری با اون محبت که در راه هدایت انسان‌ها پیشانیشون شکست، دندانشون شکست، انقدر زجر کشیدن، حالا این پیغمبر بسیار بزرگ و بسیار مهربان افتادن در بستر مرگ، میخوان
وصیت بنویسن، میفرمایند که یک قلم و دواتی برای من بیارین، قلم و کاغذی بیارین تا براشون براتون یک وصیتی بنویسم که ابدا گمراه نشین. و این درد، و چقدر درد بزرگیه که این پیغمبر با اون مقام بزرگ و با اون همه لطف و مهربانی راجع به این پیغمبر اون فرد در بیاد بگه ان الرجل لیهجر، زبانم لال، این مرد دیوانه شده. پیغمبر با اون مقام با اون فرد این گونه جسارت میکنه بر پیامبر اکرم که ابن عباس میگریه که دوشنبه و چه دوشنبه ای. و واقعا امت اسلام باید بگریه برای این قصه، هم قصه از دست دادن پیغمبر و بالاتر از اون قصه ترور شخصیت پیغمبر که این هم قصه مضاعف که انشاءالله امام زمان السلام با تشریف فرمایی خودشون انتقام همه ظلم هایی که بر اهل بیت شده رو خواهند گرفت انشاءالله. سپاسگزارم از اینکه توی برنامه امروز هم شرکت کردید، در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. همینطور سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. زیاد عرضی نیست. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.